قرار است نشست دوم پروسه استانبول و تاریخ 26 اپریل در شهر الماتای قزاقستان آغاز گردد. چند پیش در نشستی که در واشنگتن تدبیر یافت، اجندای کنفرانس الماتا مورد بحث قرار گرفت. انشومن خبرنگار تلویزیون آشنا از این نشست گزارش را تهیه کرده که تقدیم شما می شود. در این نشست که به ابتکار پهنتون جان هاپکنز دایر شده بود نمایندگان کشورهای ترکیه قزاقستان آذربایجان و ایالات متحده ای امریکا اهداف مجوزه برای نشست آینده کنفرانس موسوم و پروسه استانبول در الماتا را مورد بحث قرار دادند پروسه استانبول در سال 2011 به ابتکار مشترک افغانستان و ترکیه طرح شد که هدف از آن تأمین ثبات و آینده بهتر برای افغانستان از طریق تقویت امنیت و همکاری تجارتی بین افغانستان و کشورهای منطقه و همچنان از راه هماهنگسازی منافع این کشورها می باشد. ایالات متحده بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی نیز از این پروسه حمایت می کنند. منافع منطقوی هر کشور با همدیگر سازگاری ندارد. هر کشور در کمک به افغانستان پی اهداف خود است. پس ما به پروسه استانبول به مسابقه یک فرصت و وسیله خوبی برای یافتن نقطه مشترک منافع منطقوی بینیم که بتوان از آن جهت همکاری در افغانستان کار گرفت. نشست امسال پروسه استانبول به تاریخ ششم سور در شهر الماتای قزاقستان برگزار می گردد. اشتراک کنندگان بر مسائل همچون مبارزه با دهشت افغانی، مبارزه با مواد مخدر، فرصت های تجارتی، زیربناهای منطقوی و موارد تعلیمی به بحث خواهند پرداخت. سوی دیگر تیمور سوئلمز معاون هیئت ایزامی ترکیه طی صحبت در پونتونی جان هاپکینز پذیرفت که راضی شدن کشورهای مختلف بر یک اجندای واحد برای نشست الماتا کار ساده نخواهد بود و ابراز امیدواری نمود که جر و بحث مداوم بین کشورهای اشتراک کننده در پروسه استانبول اختلافات در این زمینه را از میان خواهد برداشت وقتی ما درباره تعلیم در منطقه ما صحبت می کنیم این یک مسئله بسیار مهم است و نمونه های رقابتی نظام تعلیمی در اینجا وجود دارد وقتی از مبارزه با دهشت افغانی صحبت می کنیم مسئله است که کار مشترک بر آن ساده نمی باشد حتی مسئله رسیدگی به یک فاجعه که به نظر شما کار مشترک در آن ساده خواهد بود چون این نیست پس وقتی تمام این کشورها گرد هم جمع شوند و با نمایش مشروعیت حاکمیتشان کار بر تطبیق پلان ها را آغاز کنند این خود یک پیشرفت شمرده می شود از سوی دیگر لنتراسی دستیار معین وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی توقعات حکومت امریکا را از پروسه استانبول اظهار داشت آرزوها و منافع افغانستان باید در نظر گرفته شود همین نکته است که در حقیقت این پروسه را ارزشمند و مهم ساخته است زیرا این روندی است که افغانستان در آن نقشه پیشگامی دارد سخنرانان این بحث نگرانیشان را در رابطه با وضعیت آینده ای افغانستان پس از خروج احتمالی قوای امریکا در ختم سال 2014 از آن کشور نیز ابراز داشتند از سوی دیگر برای برداشتن گامهایی هایی که در نشست استانبول بر آن توافق صورت گرفته بود نیز اظهار فوریت نمودند احمد فعاد لامی با گزارش از انچومن تلویزیون آشنا واشنگتن